دوستان درود به همتون. توی چند تا ویدیو قبلی که من پست کرده بودم خیلی راجع به دانشگاه و یه سری از شغلا که مدرک تحصیلی لازم داره مثل مهندسی و فنی و اینجور چیزا صحبت کرده بودم که یه چند تا مسیج گرفتم از چند تا از عزیزانی که ویدیو منو تماشا میکنن و گفته بودن که با این تفاصیل یه جورایی ناامید شده بودن چون توی پروسه اومدن به امریکا هستن و اینکه گفته بودن که خب اگه ما الان بیایم امریکا ممکنه که نتونیم کار پیدا کنیم و اینجور صحبت‌ها، یه خورده ناامیدی پیدا کرده بودن که من تصمیم گرفتم این ویدیو رو درست کنم و توی این ویدیو 10 تا از کارهای پردرآمد امریکا رو بهتون بگم که مدرک تحصیلی اصلا لازم نداره و اینکه واقعا جای ناامید شدن نیست. شما اگر یک رشته یا یه تخصصی رو خیلی خوب بلد باشین توی امریکا بدون مدرک تحصیلی هم میتونین درآمد خیلی خوبی داشته باشین و زندگی خیلی خوبی داشته باشین. حالا بریم با هم دیگه ببینیم که اون 10 تا مورد چی هستن. دوستان قبل از هر چیز لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه که خیلی میتونه به این کانال کمک کنه که زودتر رشد کنه و اینکه دوستان بیشتری بتونن این اطلاعات رو ببینن و ازش استفاده کنن. بچه‌ها برای بعضی از این شغلایی که میگم شما ممکن هستش که نیاز داشته باشین یه سری دوره‌های آموزشی بردارین که این دوره‌های آموزشی اینجا زیاد هستن، آموزشگاهایی که این دوره‌ها رو برای شما می‌ذارن و هزینه‌اش هم خیلی گرون نیستش. ممکنه 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه لازم باشه که این دوره‌ها رو بردارین تا اون سرتیفیکیتتون رو بگیرین و بعدش بتونین راحت کار پیدا کنین. بچه شغل اول راننده کامیون هستش که شما اصلا نیاز به مدرک تحصیلی ندارین و اینکه شما باید گواهینامه تراک بگیرین به اصطلاح رانندگی تراک و اینکه از 4000 دلار تا 10000 دلار میتونین درآمد داشته باشین و این درآمدتون هم بستگی به مسیری که رانندگی میکنین و اینکه میزان ساعتایی که رانندگی میکنین. شما بچه برای رانندگی تراک میتونین استخدام یه شرکت بشین، بعد بهتون تراکو میدن، شما رانندگی میکنین، درآمدش که هر چقدر باشه خب شرکت برمیداره، یه درصدی هم به شما میده. حالا خیلی از بچه‌هایی که اینجا راننده تراک هستن کاری که میکنن یکی دو سال اول، 3 سال اول سخت کار میکنن، یه پولی جمع میکنن، بعدش کریدیتشون هم درست میکنن، بعد از اون یه تراک مثلا میتونن قسطی بخرن و چون کریدیتشون خوب هستش خب با درصد اینترست بهره خیلی پایین‌تر هم میتونن بخرن و وقتی که تراک مال خودشون هستش خب بیشتر درآمدی که به اصطلاح در میارن تو جیب خودشون میره دیگه. اینجوری نیستش که کمپانی اول پولو بگیره بعد یه درصدی به اینا بده. تراک مال خودتون باشه درآمدتون بالاتر میره. بچه شغل دومم میکاپ آرتیست یا هیر استایلیست هستش، همون آرایشگری حالا بخوایم بگیم. شما اگر کارتون خیلی خوب باشه توی آرایشگری و میکاپ کردن، خیلی از آرایشگرا هستن اینجا توی منطقه‌های خیلی خوب مثلا حالا هالیوود یا بیورلی هیلز کار میکنن توی اون آرایشگاهایی که تو منطقه‌ها هستن و درآمدشون بالای 3000 دلار هستش. بچا یه دونه مو کوتاه میکنن، مو مثلا زنونه 300 دلار 400 دلار 500 دلار پول میگیرن و شما اگر تخصصشو داشته باشین، واقعا این کارو بلد باشین، میتونین اینجور جاها کار بگیرین و درآمد خیلی خیلی خوبی داشته باشین. بچه یه سری هم بهتون بگم خیلی جالبه، اینجا یه سری از بچه های جوان میرن کار آرایشگری یاد میگیرن، اصلاح کردن مثلا موهای مردونه و بعد یه دونه ون میخرن از این ونه قدیمی، خیلی قشنگ مرتبش میکنن، رنگ میزنن، داخلشو ترتمیز میکنن، توشو مثل آرایشگاه درست میکنن، یه صندلی میزنن، آینه میزنن، خیلی مرتب و بعد میرن خونه مشتریاشون، دم خونه مشتریا آرایش میکنن و موهاشونو کوتاه میکنن و درآمد خیلی خوبی هم دارن. یه دونه مشتریا مثلا 100 دلار میگیرن برای اینکه یه دونه موی مردونه بزنن، به خاطر اینکه خب بهشون سرویس خصوصی میدن، تا دم خونه مشتری میرن همه کارشون رو انجام میدن. بچه شغل بعدی هندیمنی هستش. هندیمن یعنی اینکه بذم یه ذره بچرخونم شما اطرافم ببینید. امروز یه خورده خلوت ساختمان کنه، نمیدونم چرا. میگفتم شغل بعدی هم بچه هندیمنی هستش. هندیمن کسیه که تقریبا همه کار است، یعنی یه آدم آچار فرانسه، آچار پیش پوشی به دست، که مثلا اگر بخواین اتاق رنگ بزنه، خونه رنگ بزنه، خونه رو رنگ میزنه براتون، تعمیرات نمیدونم دیوار انجام میده، تعمیرات لوله انجام میده، هر چیزی که فکر کنین، نمیدونم تلویزیون رو مثلا به دیوار نصب میکنه، پیچ و مهره میکنه، هر کاری که فکر کنین یه هندیمن بلده انجام بده، یه آدم کاملا فنی. و هندیمنا بچه ها توی
امریکا خیلی خیلی خوب پول در میارن. یه دونه تلویزیون روی دیوار نصب میکنن، 120 دلار پول میگیرن. یه دونه اتاق مثلا نمیدونم 4 تا دیوار با یه دونه سقف رای میکنن، تقریبا 200 دلار مثلا 200 خورده پول میگیرن بابتش. یه لوله تعمیر میکنن، 400 دلار پول میگیرن. میگم اگه شما تخصص این کارو داشته باشین، خیلی راحت میتونین پول در بیارین. میتونین حتی بیزینس خودتون رو هم بزنین و برین مثلا خونه های مختلف تعمیرات انجام بدین، اداره های مختلف مثلا برین تعمیرات انجام بدین. پول هندی منی بسیار پول خوبی هستش بچه توی امریکا. دوستان کار بعدی تعمیر سیستم های خنک کننده و سیستم های گرمایشی هست. شما اگر این کار رو بلد باشین، تمام سال براتون کار هستش به خاطر آب و هوایی که امریکا داره. هر ایالتی که برین یا سرده یا گرمه، یا سیستم گرمایشی لازم دارن یا سیستم خنک کننده لازم دارن. شما میتونین این کار رو برای خونه ها انجام بدین، این تعمیرات رو برای اداره ها میتونین انجام بدین و پولش بسیار پول خوبی هستش. شما باید تخصصش داشته باشین، نیازی به تحصیلات دانشگاهی ندارین و ممکنه که لازم داشته باشین یه چند ماه یه سری دوره‌های آموزشی بردارین اگر که تخصصش ندارین، تا اینکه سرتیفیکیتش رو بگیرین و بتونین راحت کار پیدا کنین. بچه شغل بعدی تعمیرکار آسانسور و این پله برقی ها هستش. شما اگر تخصصتون این باشه، خیلی خیلی خوب میتونین پول در بیارین اگر که بلد باشین که چطور تعمیر کنین و چطور نصب کنین به اصطلاح آسانسور و پله برقی ها رو. شما میتونین برای شرکت های مختلف کار کنین، اینکه حتی میتونین مثلا بیزینس خودتون رو بزنین و بیزینس خودتون رو داشته باشین و اکثر درآمد هم تو جیب خودتون میره. بچه ها کار بعدی الکتریشن هستش یا همون برقکار خودمون. شما اگه کار برقکاری رو واقعا خوب بلد باشین، تخصصی بلد باشین، خیلی خیلی خوب میتونین پول در بیارین اینجا. شما میتونین این کارو برای خونه ها انجام بدین، برای آپارتمان ها انجام بدین، برای ساختمان های دولتی، ساختمان های تجاری. واقعا همیشه برای تخصص برق الکتریشن اینجا همیشه کار هستش و درآمدش هم بسیار خوب هستش. بچه ها شغل هفتم شغل پلیس هستش که شما نسبت به ایالتی که توش کار میکنین یا شهری که توش کار میکنین درآمدتون متفاوت هستش. از مثلا 60,000 دلار تا 90,000 دلار هم شما میتونین درآمد داشته باشین که اگر پلیس بشین. بچه مورد هشتم، شغل هشتم هم لوله کشی هستش. شما اگه تو کار لوله کشی وارد باشین، این کار خیلی خوب بلد باشین، درآمد خیلی خوبی خواهید داشت. بستگی داره که تو کدوم ایالت کار میکنین درآمدتون متفاوت خواهد بود، ولی خب از 60,000-70,000 تا 90,000 دلار هم میتونین شما درآمد داشته باشین، به شرطی که این کار رو واقعا خوب و تخصصی بلد باشین. میتونین برای کمپانی مختلف کار کنین، میتونین بیزینس خودتون هم بزنین و درآمدش همش میتونه شما خودت. دوستان شغل نهم فلایت اتندنت هستش، همون خدمه پرواز، کسی که داخل هواپیما مسافرا رو کمک میکنن صندلیشون رو پیدا کنن، وسیلهشون رو بذارن بالای به اصطلاح سرشون و کار پذیرایی انجام میدن و کار مختلف. برای اونم شما یه سری دوره ها لازمه بردارین، ولی خب دوره هاش طولانی نیستش، دوره های چند ماهه هستش، برای اینکه یه مدرکی بگیرین، یه سرتیفیکیتی بگیرین و بعد از اون دیگه خیلی راحت میتونین اپلای کنین برای ایرلاین های مختلف و اونجا کار پیدا کنین. درآمدش هم درآمد نسبتا خوبی هستش. دوستان شغل آخر، شغل شماره 10، ریل استیت ایجنت یا همون ریلتر هستش که حالا تو فارسی میگیم مشاور املاک، ولی خب فرق میکنه با اون چیزی که قبلا توی ایران بوده. شما نیازی به نمیدونم مغازه و اینجور چیزا ندارین، شما فقط باید یه سری کلاس هستش که باید بردارین، یکی دو تا کتاب هستش که باید بخونین، امتحانش رو بدین و مدرک اون لایسنس ریل استیتتون رو بگیرین. بعد از اون دیگه شما راحت میتونین خونه اجاره بدین، خونه بفروشین و اگر کارتون خوب باشه درآمد بسیار خوبی خواهید داشت. ریل استیت ایجنت هایی هستن که درآمد سالانه 100,000 دلار 200,000 دلار دارن. شما اگه یه خونه بفروشین تقریبا 2-3% به اصطلاح کمیسیون میگیرین. حالا یه خونه 1,000,000 دلاری اگه بفروشین کمیسیونش میشه تقریبا 20,000 دلار تا 30,000 دلار. شما چند تا از اینا اگه در سال بفروشین حساب کنین که چقدر درآمدتون هستش. میگم بچه تو امریکا شما فقط باید باهوش باشین و از فرصت هایی که اطرافتون هستش خیلی خوب استفاده کنین. موقعیت برای پول در آوردن خیلی زیاد هستش تو امریکا و همیشه هم نیاز به داشتن مدرک تحصیلی نیستش. خب دوستان این بود از ویدیو امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تونسته باشم یکم بهتون کمک کنم. اگر که ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنین و سابسکرایب فراموشتون نشه. مرسی که با من بودین، تا ویدیو بعدی.